استادکار شینتارو اوکاموتو از تبار یکی از بانیان مکتب مجسمه‌سازی از یخ در ژاپن است که زیر دست پدرش بانی تندیس‌سازی از یخ در ژاپن بزرگ شده. او 20 سال پیش به همراه پدرش تاکه او با تأسیس این کارگاه در کوینز هنر یخ‌تراشی ژاپنی را برای نخستین بار به آمریکایی‌ها معرفی کرد. پدر او تاکه او سرآشپزی بود که به خاطر تزیین میزهای مجلل با تندیس‌های یخی در ژاپن شهرت پیدا کرد و مهارت‌های خود در یخ‌تراشی را در آلاسکا تکمیل کرد بعد از باز کردن یک رستوران ژاپنی در این ایالت سردسیر آمریکا. یخ‌تراشی که تاکه او در سال 2003 میلادی همراه با پسرش شینتارو اوکاموتو در کوینز افتتاح کرد، حالا یک کارگاه اشتراکی است که برای عروسی‌ها و شب‌نشینی‌های مجلل سفارش می‌گیرد و گاه چیدمان‌های بزرگ از یخ برپا می‌کند. روح تاکه او که 11 سال پیش از دنیا رفت، همچنان در کارگاه کوینز زنده است. شینتارو میگوید کسب و کار به شدت رونق دارد، چون وقتی بیرون داغ است مردم میخواهند با یخ جشن بگیرند. شینتارو طبیعت گذرای یخ را برای کار هنری رهایی بخش میداند. اینجا ما از یخ تندیس میتراشیم که چیزی ناپایداره که باقی نمیمونه. در صحبت با مشتری‌ها میگم زیبایی یخ در آنچه مینماید نیست، بلکه در چیزی است که دائم به اون تبدیل میشه، در تغییر مداومه، در عنصر دگرگون شونده اونه و از اون فقط یک خاطره باقی میمونه. شینتارو عقیده دارد که یخ به عنوان دستمایه برای مجسمه کمتر شناخته شده. خاصیت گذرای یخ را خبرنگار رویترز شاهد بود. تندیس اژدها که شینتارو ظرف 40 دقیقه ساخت به قیمت $1000 برای یک میهمانی خیریه به فروش رسید. استادکار از همه نوع ابزار برقی برای بیرون آوردن تندیس از دل توده یخ استفاده می کند و جذابیت کار او سرعت آن است که یخ‌تراشی را به هنری نمایشی تبدیل می کند. کارگاه اوکاموتو که پدر و پسر 20 سال پیش به راه انداختند، حالا 10 استادکار یخ‌تراش در استخدام خود دارد.